یه نکته بگم، اجازه بدید من این مطلب واسه شون بنویسم بعد بگم. در حفظیات بچه های گروه سی چیکار میکنن؟ واژه‌نامه ها، واژه‌نامه کتاباشون، سه تا کتاب در مجازمون واسه شون جمع کردن، تشابهات املایی و معنایی با من بنویس و دستخط هم نگاه نکن، تست درس به درس زوج. یه بار دیگه، خیلی بد خطا. یه بار دیگه، بچه گروه سی روزی دو صفحه تست قرابت میزنن. از بین مبحث آرایه و مبحث دستور یکیشو انتخاب میکنن برای این ماه که اینو به یک جای سر و سامونی برسونن. چگونهشو الان میگم برای همه. واژه‌نامه ها، تشابهات معنایی و املایی و تست درس به درس زوج هایی، تست های زوج درس به درس رو میزنن. این کار بچه های گروه سی. میدونم الان سرشار از سوال هم بچه ها، یه چند تاشه که خودم میدونم و بگم بعد میدونم چکام. آقای عبدالمحمدی بله، بچه های گروه A و B دیگه لازم نیستش که برن مثلا خدمت شما عرض کنم که به فرض نون شباشون رو ادامه بدن. قطعا لازمه. چرا؟ و دارن انجام میدن. شما وقتی داری از موج آزمون یه دونه آزمون میزنی، خب 9 تا سوال قرابت داری میزنی، 7 تا سوال بر اساس اینکه آزمون چند تا میزنی همونجا دیگه. و اون شبی که فهمیدی که من دارم سوالای قرابت غلط میزنم، این دو شب ارو کدوم من ببر میگردی میزنی همون کتابایی که دستته، همون کتابای موضوعی، همون نون شب ها، همون کتاب آرای ادبی. یعنی شما از آزمون ها بر میگردید، میرید کجا؟ میرید داخل کتابای موضوعی. دوستان عزیز من خوب گوش کنم، اومدیم و رفتیم دیدیم که آقا من رسیدم به اینجا که هم آرایه بخونم تو گروه سیه، یا نه آزمون زدم دیدم که من تو بحث آرایه مشکل دارم، یا در فلان بحث آرایه مشکل دارم، چه میکنیم؟ گوشتون با من باشه. روش های خوندن، بچه ای که کاملا بر درس مسلطه، کاری که میکنه با تست زدن میره جلو، مثلا بر آرایه. اما بچه ای که تقریبا مسلطه، درس نامه های کتاب آرایه رو میخونه و تست میزنه. دانش آموزی که کمتر مسلطه یا اصلا مسلطه، علاوه بر درس نامه ها اون دیویدی ها بسیار کمکش میکنه. آقای عبدالمحمدی بله، ما دانش آموز گروه ایم یا گروه بیم خیلی خوبیم، اما آقا ما تو استعاره مشکل داریم، یک چیز خاص مشکل، چیکار کنیم؟ برو درسنامه رو بخون. آقا رفت نمیشه، دیویدیو نگاه کن، تدریس شده، تست بزن، درسنامه، دیویدی، تست، این کمکت میکنه تو اون تیکه هایی از درس. چه مشکل داری؟ سوالی که خیلی بچه ها مطرح میکردن در کانال تو این چند روز این بود که آقا بله، ما در این برنامه‌ای که از الان داریم آیا دیویدی و فیلم آموزشی نگاه کنیم یا نگاه نکنیم؟ بچه‌ها من تمام حرفم در مورد درس ادبیات و کار خودمونه، من در مورد درس معلم دیگه دخالت نمی‌خوام بکنم. توصیه می‌کنم بین 15 دقیقه الی 30 دقیقه هر روز فیلم آموزشی ببینید. ولی داره، در زمانی فیلم آموزشی یا دیویدی آموزشی ببینید که ذهن شما توان درس خوندن دیگه نداره، خسته شدم، نمیتونم، نمیکشم، میخوام بخوابم. 15 دقیقه فیلم آموزشی میبینم بعد بخوابم، نمیرسم تو رخت خوابم بشم نگاه کنم تو خونه. به دلیل اون فضایی که تو اونجا وجود داره، هم روحیه شما رو عوض میکنه، همون فضای خسته ذهن شما که دیگه نمیتونه درس بخونه از وقتش استفاده کرده. این توصیه منه، 15 دقیقه تا 30 دقیقه. بچه ها این توصیه من توصیه میانگینه. یه دانش آموزی میبینه آقا من اصلا استعاره بلد نیستم کمپلت، آقا من 45 دقیقه روشم استعاره نیا کنم. این موردیه اما این کلیه. هر مبحثی که دلت خواست، همه پسی که احساس کردی میخونی، نگاه میکنی برات مفیده، لغت، املا، دستور، نمیدونم آرایه، قرابت معنایی و و و و و و و و من حرف هامو خلاصه بذار ببینم چیزی از قلم ننداختم. آها یه چیز خیلی مهمی از قلم. آقای عبدالمحمدی بله، سروش هم اومد. سروش
منی که این مطالب واسه بچه ها گفتم، منی که بهشون گفتم آقا این برنامه آموزشیتونه، اون آزموناتونه، اون کلاستونه، یه دانش آموز مگه فقط ادبیات داره؟ حدی نداره. اومدیم و شروع کرد تست زدن و بررسی کرد، طول کشید فلا، همینجور بخونه بره جلو، خیلی حد داره. زمان ادبیات برای تمام دانش آموزان در روز 45 دقیقه، اما این میانگینه. دانش آموزی که تو طی سال هیچی درس نخونده میتونه اینو یه 15 دقیقه اضافه کنه، یه دانش آموز ممکنه یه شب اینو 5 دقیقه کم کنه. میانگین 45 دقیقه ادبیات میذارید، 2 ساعت ادبیات نمیخواد بخونید، یعنی کات میکنه تمام دیگه، بس امشب نمیخونم، میدونم بعد اینو میخوندم، خیلی خوب فردا 45 دقیقه زمان خوندن ادبیاته به طور میانگین در هر روز. یه روز اگه نخوندی روز بعد میتونی جبران کنی، گرچه من توصیه‌م اینه که پخش درس بخونی، یعنی نه یه هفته نخونی یه هفته زد در 45 بخونی. تأثیر پخش درس خوندن بسیار بسیار بیشتره تا اینکه شما بخواید یوهو با هم دیگه بخونید. ولی مواردی پیش اومد نخوندید، حواستون باشه که این هفته مثلا من اینقدر نخوندم پس میتونم اینقدر بیارم اینجا. همه مطالبی که گفتم، ببینید شما الان خیلی زیادی دانش آموزان زیادی داریم ما در کلاس، اینو هر کی خودشه، اینو در نظر بگیرید. حرفهای منو باید لوکال کنید. وقتی من میگم بین این دوتا انتخاب کنید، دیگه باید باهوش باشی بدونی آقا من الان اینو انتخاب کنم بهتره. وقتی من میگم لغت املا تاریخ ادبیات، بدونی آقا من تاریخ ادبیات خیلی خوندم ولی تو املا الان یه مشکلاتی داشتم، بهتره املا رو بیارم یه ذره بولدش کنم. این دوتا رو نرد آشیه، اینا در اختیار خودتونه. البته از من میتونی کمک بگیری، سوال بپرس، میگی آقا من اینجوری آقای عبدالمحمدی. بله ما خیلی نمیدونیم گروه ایم یا بیم یا سیم، حالا یه راهکار دیگه ای داری؟ بله شما میتونی یه کاری کنی، یه دونه آزمون کلی به طور رندوم از مجازمون برداری. آزمونای مجازمون آزمون سختی، بر اساس وقت بگیری قشنگ بزنی، بر اساس درصد اون میتونی تعیین کنی A یا B یا C، بالای 70 بین 50 تا 70، یا چند یه هفته وقتی رفتی جلو زدی تست کلی زدی و فلان و اینا، اون یه هفته رو ملاک قرار بدی. ممکنه بگی آقای عبدالمحمدی، بگم بله، بگی آقا من که هنوز مثلا فارسیه چه میدونم 11ممو کامل تموم نکردم، آیا واقعا برم یه آزمون کلی بزنم؟ هیچ مانعی نداره، شما آزمون کلی تو داری میزنی، چون آزمون کلی خیلی زیاد داری، از اون ورم میای این مسیر رو داری تموم میکنی، این اشکالی ایجاد بر برنامه شما نمیکنه. نمیشه ما وایسیم همه چی رو تموم کنیم بعد جمع بندی کنیم. شما بعد از یه مرحله جنبندی رو شروع میکنی، ولی یه چیزایی هم که مونده داری به طور موازی تمام میکنی. اینم از این مطلب. من فکر میکنم مطالبی که میخواستم بگم و گفتم و بچه ها سوال کنم. من فکر میکنم اول چند تا سوال همین چتی جواب بدم بعد صداشون رو باز کنم. تعداد میره بالا. شما اگه سوال بچه ها میبینید به من بگید، یا میخواید من باز کنم، من چیکار کنم؟ من نمیدونم. شما بپرسید. نه دیگه یا سانسور برای چی میکنه سوال بچه ها؟ سوالش بپرس دیگه، انتقاد پذیر باش. نه الان چه انتقادی بچه ها میخوام بکنم؟ من چیزی نگفتم. خب بگم یه دقیقه واسه من یه بار دیگه اینو بگم. علیرضا که منم، شتابم که اینه، یعنی شتاب هر شتاب نکته و تست. علیرضا شتاب تخفیفی که دوستان در نظر گرفتم، من فکر کنم دیگه خیلی خوبه، یعنی اون دستتون داره. من در خدمت بچه هاست. بله من اینو جواب دادم. ببینید اولا خانم پریسا باید من بگه گروه B یا C، چون الان گروه A نیست، قطعا گروه A هم تموم نکرده. من الان بهتون گفتم شما تست کلی رو شروع کنید، ولی کلی نه کلی کلی کنکوری. مثلا دانش آموز میره میگه آقا جان تست کلی فارسی دهم، تست کلی فارسی 11ام و کم کم میرسه به تست کلی کنکوری. ولی بچه ها اینجا رو نگاه کنید، من اینجا گفتم دوره هر 3 سال دوره دوتا کتاب، این چیه؟ این همین دسته شما دارید میخونید دیگه، همین دسته شما درس درس دارید میخونید. نکته بعد که خانم پریسا سوال بسیار درستی هم کردن،
من اون برنامه های آزمونی که گذاشتم اگه بیارید هم خیلی خوب میشه میاری برای آزمون. اون چیه؟ وقتی من نوشتم بچه ها درس یک تا نه فلان شما چیکار میکنی؟ اونجا حواست باشه اونو تموم کنی. ولی هیچ وقت ما تموم ممکن نکرده باشیم. ولی دانش آموز باید وارد دوره جمع‌بندی بشه. بچه های عزیز من، دوستان گل من، وقتی من میگم تست کلی بزنید، یکی از دلایلش این نیستش که فقط درصد بگیرید چند زدید. خود تست کلیه به شما میگه برگردیم چی رو بخونیم. یعنی تست کلی میزنیم برمیگردیم، تست کلی میزنیم برمیگردیم رو منابع، در ضمن داریم میریم. خانم پریسا تو اون قسمت دومی که تو برنامه گذاشتم شما داری درس درس کار میکنی. اگه جز گروه سی که تست درس درس اصلا حفظیات هم باید بزنی، اگه جز گروه بی و ای ترجیحاً تست کلی از این مواد داری میزنی. ولی بدان و آگاه باش اون یه تیکه برنامه بود، اینم یه تیکه دیگه برنامه است. نوشتم یک فروردین درس تا 9 فارسی دهم. این شما اینو بخون، ممکنه یه ذره اشکال داشته باشی، کار کن روش. درست شد؟ اینم از این. با سوال دیگه ای داریم خیلی پا بل کنی خیلی بل گروه سی، گروه سی، برنامه گروه سی. من در باره نون شب کجا گفتم دو ساعت؟ من نون شب دو نون شب 30 دقیقه بود، شبی 30 دقیقه بود، نه شبی 2 ساعت. نون شب الان تو برنامه من دیده شد به یه شکل دیگه. دوست گل من، وقتی که شما میری یه آزمون کلی میزنی، مگه توش آرایه نداری؟ مگه توش دستور نداری؟ مگه توش قرابت نداری؟ داری دیگه، انگار نون شب داری میزنی، نون شب توی آزمون داری میزنی. یعنی اینجوری که بگم 30 دقیقه نون شب بزن، تست فلان بزن، اینم جدا بزن. نه، این همونه، این همونه. شما آزمون میزنی، البته غیر از گروه سی، آزمون میزنی، بعد تو اون شبهایی که داری بر میگردی میای رو منابع، میای رو قرابت معنایی، میای رو دستور، میای رو آرایه های ادبی. بعد حفظیات رو من کاملا الان اینجا گفتم. اگه منظورتون لغت و املاه، این بحث رو قبلا گفتم، اولویت شماره یک لغت، لغات ستاره داره. پس کافی نیست، لازمه. به خاطر همین گفتم گروه سی که چیزی نخونده مثلا از لغت، حتما بره اول مجازو یا همون واژه‌های ستاره دار رو بخونه. ولی اینی که غیر ستاره دارم میاد، قطعا از منابع کنکور غیر ستاره دارم هست. یعنی دانش آموز گروه A و B نباید فقط ستاره دار بخونه، گرچه اولویت با ستاره داره. بله، ببین من آها، اینم یه سوال خیلی خوبیه. آها، من یه بار سوال تکرار میکنم. آقای عبدالمحمدی، بله، ما اگر با کلاس شما بیایم مثلا ثبت نام کنیم چقدر پیشرفت کنیم؟ خیلی این سوال دارم. ها حیف کتاب دستم نیه. یه خاطره تعریف کنم در واسطه سوالشون. سروش یه دانش آموزی داشتم، شاید یه بار تو کلاس اینو گفتم، توی شهری بودم، اومد گفت آقا من قرائتم خوب نمیشه، با اینکه قرائت و الگو هم دارم. من شروع کردم که معمولا شروع میکنم میگم خب چجوری کار میکنی فلان و اینا. بعد گفتم که خب تست و اینا هم که داره. گفتش که نه اینا من تست نمیدم. بعد گفتم یعنی چی؟ گوالی کتابو دارم. سروش خیلی جالب بود، این دانش آموز احساس میکرد اگه کتابو داشته باشه پیشرفت میکنه. یعنی کتابو فقط داشت، کار نکرده بود. جدی میگم ها، یعنی خاطرم واقعیه، کار نکرده بود. من تو خونمون دیوان حافظ دارم، تا حالا هم خوندی؟ میگه نه. خب چیکار کنم؟ من موبایل دارم. خب بابا اینو بر راه بندازم شماره بگیرم؟ موبایل دارم که کافی نیستش که. حالا اون که دیگه خیلی دیگه کارش زشت بود، اما من یه چیزی میخوام بهتون بگم. اگه فکر میکنی میای تو این کلاس ثبت نام میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، ثبت نام، با همجوری میشینی نگاه میکنی منو، نگاه میکنی من نگاه میکنی
خاموش نمی کنیم، شما هم نگاه میکنیم. گاهی اوقات هم یه چیزایی می نویسیم. آقا چرا 30% ما نشد 80%؟ عزیز من نمیخواد بیاید، برو زندگی بده. نیست، این در تبله هیچ عطاری یافت نمیشه، این ماست تو هیچ ماستبندی درست نمیشه. همیشه گفتم از سال اولی هم که تدریس رو شروع کردم که همون سال 74 بود گفتم، الان هم میگم، اگر باز هم بمانم در این آموزش بازم میگم، معلم، کلاس، کتاب، DVD و و اینا همشون کمک کننده است. درصد و دانش آموز میاره. من کمکت میکنم، من راه نشونت میدم، من با درکت میکنم، من آزمون میگیرم، من رفع اشکال میکنم، آخرش تویی که درصد میگیری. به خاطر همین دانش آموز من که صد میزنه، من به حساب خودم نمیذارم، به حساب اون میذارم و خیلی خوشحال میشم. جایزه هم شاید بهش بدم، قطعا امسال هم با بچه ها همه همی کنیم برای جایزه های سروش. جایزه امسال بدیم حتی بچه ها، حتی سن بچه ها بدیم، خوب هم بدیم، جایزه خوب خوب بدیم. نه دیگه شما قول بدید دیگه. من از اینا جایزه خواله میگم بهتون جلسه. خب شما داری درصد میگیری. آقا ما چقدر پیشرفت میکنیم؟ به میزان کیفیت کار شما. یک جلسه من گوش میکنه تمام رفت، همون جلسه اول میاد، یه نفر حرف من الان گوش کرد شروع میکنه کار کردن، دو نفر گوش میکنن شروع میکنن کار کردن با دو تا کیفیت متفاوت، دو نفر گوش میکنن شروع میکنن کار کردن، آزمونا رو میدن بررسی هم میکنن، بازم کیفیت ها متفاوته. چرا؟ چون این آزمون میده بررسی میکنه اشکالاتش رو، برمیگرده منابع برطرف میکنه، یکی کار نمیکنه. ببین هزار نکته باریک در زمون اینجاست بچه‌ها. از من نخواهید به خالی ببندم برخلاف اعتقاد. میدونم الان من اینجوری بهتون میگم، هر کی تو کلاس من بیاد 80% پیشرفت میکنه. خب معلومه اینجا این حرف من خیلی باحال و بازاری و مشتیه، من درس ادبیات دارم میام، معلومه خوشت میاد، معلومه، ولی من نمیگم این حرف غلطیه. تو داری درصد میگیری، من که درصد نمیگیرم، که به کیفیت کار تو بستگی داره. کیفیت، 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 استمرار، استمرار، استمرار. والله فرمول موفقیت در ادبیات کنکور اینه، کیفیت، استمرار. یعنی هم با کیفیت بالا کار کنی، هم مستمر کار کنی. نه اینکه خب امروز من با کیفیت کار میکنم یه ما کار نمیکنم، مستمرن کار کنی. این دوتا رو رعایت کنی پیشرفت میکنی. نکته بعد در ادامه در جواب سوال دوستمون بگم، یه نکته خیلی خطرناکی وجود داره بچه، اون اینه، دانش آموز رفته تو آزمونهای آزمایشی کوچولو 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 زده 80%، یا آقا یه کاری کنم که کنکور 100 بزنیم 20% پیشرفت کنیم. آقا اصلا حرفت بکرت غلطه دوست عزیز من. شما توی آزمون با این سرفست اینقدر زدی، این چه رفتی کنکور سراسری داره؟ خوب زدی آفرین. اگه میخوای بدونی الان تو کنکور سراسری همین الان که من اینجا وضع چیه، یه دونه آزمون سخت مجازون واس کن کلی بزن، اون وقت میفهمم. اونجا تو که 80 میزدی الان بزن 45%. حالا بگو آقا 45 من چند میشه؟ ببین من تحقیر روحی اینا نمیخوام بکنم، میخوام ببینم واقعیت چیه. پس میزان پیشرفت به میزانی است که شما کار میکنید و کیفیتتون. ما هر آن چه در تلاشمونه میریزیم روی دایره. امیدوارم حرف منو متوجه شده باشی من چی میگم. همش اینه، ما دانش آموز داشتیم واقعا اومده 50% رفته جلو، دانش آموز داشتیم مثل همون طرف فقط کتاب داره انگار. بابا کتاب مثلا کتابخونه تو خوشگل میکنی، مثلا میخوام بگی من کلاس نکته تست فلانی ثبت نام کردم، چه فایده داره من با ثبت میدونی مثلا چی؟ همیشه این مثال میزنم دکتر سروش، طرف میگه که مثلا ما رفتیم دکتر خوب نشدیم ولی مریضیم، با هم رفتم دکتر، میخوام قرصاش هم خوردی؟ میگه نه من اهل قرص خوردن نیستم. یه آمپولش رو زدی؟ این نه، این ترس داره، این سرم جا سرم چه اون نه اون که اصلا زشت آدم چی نمیکنه اصلا، چه کاری تو کاری نه که فقط رفتی دکتر، رفتی دکتر. خدا رحمت کنه عمات عمر هم مادر بزرگم خیلی ساده بود، خیلی پیرزن ساده بال دیستش. مثلا فرض خدا عمات هم مثلا فرض کن ما مریض میشده میرفتیم دکتر، مثلا میرفتیم خونه بازم مثلا مریض شدیم سرم خورده بودیم، میرفتیم دکتر میومدیم قرص و دستمون بود هنو نخورده بودیم، قرص دستمون هنو نخورده بودیم، یعنی این میذاشیم دهنمون اینجوری سروش تا
قرص دهن اینجوری کرد، ننه خوب شدی؟ مثلا نخوردم گفت خوب شدم بهتر. آره این که بری دکتر که خوب نمیشی که، کارایی که دکتر میگه باید انجام بدی، قرص رو باید کامل بخوری، سر وقت بخوری، مستمر بخوری، تا آخر بخوری. ببین قشنگ همون قصه است، قشنگ همون قصه است، قشنگ همون قصه دکتره. چرا؟ به خاطر اینکه دکتر میگه این بیماری با این بیماری نسخه های متفاوت داره، گرچه بگذاریم بعضی هم میگن نه نسخه های متفاوت داره، تو کار خود انجام بده، تو کار خود انجام بده، مقایسه نکنید هم دیگر با هم مقایسه. شما یه وظیفه دارید الان اینجا ایستادید، یه قدم بیاید جلو، بیاید جلو. چیکار داری بقیه کجا؟ چیکار داری بقیه کجا؟ تو خودت کجای حرکت کن به سمت خوب شدن. اینو بس چقدر با هیجان امروز توضیح میدم. محمد سون بس کنیم. سلام استاد. سون سلام. سلام خوب هستیم استاد؟ سلام برم تو؟ سلام قربونت برم محمد، بگو عزیزم. ببخشید من یه سوال داشتم، اینم اینه که من کلن یا دوستانی که تا الان زبان فارسی نخوندن فیلمای کارگاه آموزشی زبان فارسی رو ببینن خوب هسته، یا کلن بیان زبان فارسی رو از صفر ببینن؟ این دوتایی که گفتی این فرقشون چی؟ میگم کلاس های زبان فارسی صرف تا صدش رو ببینن یا همهاش و جنبندیش رو ببینن؟ خب مرسی، سوال تو پرسیدی الان جواب میدم. گوش کن دیگه حرفمو از طریقه چی گوش کن. ببین این بستگی به سطح شما داره، من به این سوال جواب بدم. قطعا این سوالی که پرسیدی درباره بچه گروه بی و سیه، گروه ای نورو که بلده زبان فارسی، بلده یعنی اینکه اشکال نداره، ولی بلکه کار کرده زبان فارسی رو. بستگی داره شما گروه بی یا سی و میزانی که بلد نیستی چیه. یه موقع میبینی که آقا من زبان فارسی بلد نیستم، صفر نیستم، ولی بلد هم نیستم چندان، درسنامه یه کتاب دستور زبان فارسی رو بخون، نظام قدیمی درسنامه 53 رو میبینی نه آقا من کلا بیس بلد نیستم، اصلا میگی ساختمان واژه میگه ها. حالا فیلم نگاه کن، حالا فیلم یعنی چی؟ فیلم یعنی آقا بنده رسونه دارم آموزش میدم دیگه. فیلم مفهومش اینه دیگه، فیلم نگاه کن یعنی چیزی که آقا الان معلمه دیگه الان کلاسمون تموم شده ها چیکار کنم، فیلمش رو نگاه میکنم دیگه. من چیز غیر این بسته به وضعیت شما داره. اگه با خوندن درسنامه مشکل حل میشه درسنامه، اگه حل نمیشه فیلم یا ترکیب. نکته بعد، چه گروه A چه گروه B چه گروه C تست دستور زبانی که باید بزنی و میزنی تو برنامه هست، ولی دو قسمت یادگیری من اینو میگم. نکته بعد آقای عبدالمحمدی، بله آیا شما توصیه میکنیم مثلا حالا که ما مثلا دستور زبان نخونیم ویلش کنیم بره سروش خب بعد بقیه مقالات رو مشتی بخونیم؟ این حرف ها حرف های سطح من یه قاضی نه، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنه. اگه تو خرداد ماه بود توصیه می‌کردم، ما می‌گفتن این بحثو نخونی ول کن بابا، حالا برای اینا که خوندی کامل کن. ولی الان معلومه که میشه کل دستور زبان فارسی نظام جدید رو بخونی 6 ساعت، کل دستور زبان فارسی نظام قدیم رو بخونی 8 ساعت. زمان اینکه معلم لازم داری نداری روشون بخونی نگاه کنی. بس نداره. همه کتابش، فیلمش، هر چیزی تو می‌خوای هست. تو انتخاب میکنی من الان چی نیاز دارم. کتاب املا لغت متعول شده تخص بازی داره بزنم. سوالی بود که میگن لغات بی ستاره رو خواهد کجا معنیش رو پیدا کنیم؟ عرض کردم من در کتاب املا لغت اینا رو جمع کردم. البته دیگه توقع نشه مثلا من لغت نور رو مثلا معنی کنم، ماشین رو معنی کردم تو کتاب املا لغت هست،
ولی باز هم تاکید میکنم اولویت یک با لغات ستاره داره. خب خدا شکر سوالا تموم شد. ما امیررضا شاه ملک پور کوشی. ها این صداش میاد. چقدر چت داری؟ سلام سپاسگزارم. امیررضا جان، این برنامه آزمون آنلاین رو دوست داری گذاشتم کلش رو کنیم؟ چطور مگه؟ نه خب سوال دارم میکنم، بازخورد میخوام. بله برنامه خیلی خوبی، همش دوره میشه توش. خب خداش مرسی، چون بعضی موقعا من احساس میکنم یه چیزی میگم به نظر من خوبه، بعد اون جوری میگه نظر خودتوئه، فقط نظر بچه‌ها رو بدونه. خب بگو، بعد اینا هم که اینجوری روشون نمیشه من چیزی بگم. خب بگو. برنامه کوچیک شده من، چون وقت میگم آره و زمان خوب. جانم سوال تو. سوال اینه نه نه خودتو از یک نخواه خب یالا خودتو تحقیق نکنه یالا. خب نه کلا اگر تشخیص این آرویه مثل استعاره تشخیص هم خیلی سخته. خب میدونم راه حل خاصی روش وجود داره، بعد میشه بعد از آرویه ها رو حذف کرد، چون آرویه ها گروهی سوال میادش توی کنکور. خب من میگم شما گوش کن، از اون طرف گوش کن. خواهش. ببینید شما این چیزی که رزومه که به من دادید، من شما رو جزء گروه سی میدونم. خود گروه سی هم بچه‌هاش با هم فرق میکنن، یه نفری هیچی بلد نی، ولی امیررضا اصلا اینجوری نی، ما 40% میزدم هیچی نی، ولی جزء گروه سی. آیا میشود آرایه ها رو حذف کرد؟ یه اشکالی تو صحبتش که اشکال لپی بود، گفتش که استعاره تشبیه آرایه زشته. نه استعاره تشبیه آرایه بده، حالا ولی برای سختی به هم. آیا میشه آرایه حذف کرد؟ جواب اینه که خیر. ایشون بازم شما یه کامنت غلطی گذاشتی، گفتی آخه همیشه سوال ترکیبی میدن. نه همیشه نه، بیشتر سوال ترکیبی میدن. ما خیلی موقع سوال داشتیم تو کدام بد استعاره دارن. نه این کارو نکنید، حتی با خوب بدزش که میرید، من بارها واسهتون تو همینجا سوال حل کردم، میبینید که شما خوب بدزش رو میری، میبینید که مثلا یه جوری یهو میخوری به استعاره، یعنی همیشه که با خوب و فقط به تو نمیده که. این کار نکن، این کار غلطی. اما به طور اخص اگه من درباره تشبیه استعاره بخوام به شما بگم، شما کاری که میکنی قطعا شما نیاز داری که فیلم ببینی، تدریس ببینی در تشبیه استعاره و حتما تست بده. ببین اولین آزمونی گذاشتن تشبیه استعاره، چون من میدونم بچه‌ها تشبیه استعاره مشکل دارن. نه اینکه بچه‌ها تشبیه استعاره مشکل دارن، اصلا تشبیه استعاره مشکله. من همه مشکل دارم، معلم مشکل داره. نه اینکه معلم بلد نیست، آقای بس سنگینه. واسه توش میسونه سنگینی؟ بیخود نیست که من اینجوری گذاشتم. سروش اگه یاد باشه ما جلسه اول کلاسمون تشبیه استعاره بود درس دادیم. چون اصلا مشخصه اینجا. اگه تو کلاسای قبل بودی که فیلم‌ها رو ببین، دیویدیایی که من دارم میتونی ببینی، خیلی کمکت میکنه در تشبیه استعاره. اصلا کل آرایه‌ها رو ببین. پس من خلاصه جواب شما میشه، آیا ما آرایه حذف کنیم مثلا مقداری از آرایه‌ها رو؟ جواب خیر، این کار ریسک بزرگی. ما که مثلا بلد نیستیم چیکار کنیم؟ از ترکیب درسنامه و فیلم استفاده کنیم و با تست زدن سعی کنیم عمق بدیم. من یک نکته بگم در راستای سوال امیر حسین. دوستانی که احساس میکنن از بقیه بچه ها عقبن، یک خطر بزرگی تهدیدشون میکنه. سروش چیه؟ اصلا چی گفتم؟ نه نه چی گفتم؟ نه اصلا نه اصلا ای اصلا نه بدینم اصلا نه اصلا بچه گوش نگه دارم. بچه هایی که احساس میکنن از بقیه عقبن، نه اونایش که اتباقا میخوان برسن، یه خطایی داره.
تون درس میخونن تو ادبیات. هول هولی میخونن، عمقه ایجاد نمیشه. مثلا اینجوری میخونه، تشبیه بزنیم بره. به جای اینکه مثلا 10 تا تست تشبیه بزنه، شروع کنه عمیق رفع اشکال کردن، چرا اینو غلط زده، یا 50 تست تشبیه میزنه، همینجوری درست زدن فلان کردن، باز میاد تو آزمون بعدی تشبیه مشکل پیدا میکنه. اگه بخوای عجولانه تو ادبیات کار کنی، اون عمق و کیفیت ایجاد نمیشه. از این منم نمیگم مسمس و فسفسی بریم جلوها، همه چی بینه. بارها با این سوال مواجه شدم، آقا ما به جای یه دونه یه صفحه تست قرابت شبیه میتونیم دو صفحه تست قرابت بزنیم، مثلا عقب افتادیم. میگم بله، ولی یه شرط داره، کیفیت هر دو صفحه یکسان و دقیق و کامل باشه. یعنی کامل بررسی میکنی، اینم کامل بررسی کن، نه اینکه دیگه وقت کمه یه ماسمال کن بده. اون فایده نداره که، هیچی. از اون یه صفحه زدن هم کمتر تاثیر داره. تو ادبیات حواستون به نکته باشه. خیلی توضیح بدم، خیلی تون تون ساعته میره. نه این تخص بازی ذاتی میشاره. نه من سعی میکنم با اصلا چیز میکنیم، سوال تک کوچیک جواب، تک کلمه جواب. صبحان یعنی چی مرور میکنیم؟ وایسا این قشنگ معلوم، بعضی از جایی که من داشتم درس میدادم رفته نشسته قهوه چیزی خورده. عزیز من اینجا نگاه کن، این تو آزمون ها تو دستور زبان داریم، دستور زبان داریم، اون که در کلاسمون جزوه که بتونم گفتم هر 6 تا بس توشه، لغت هم توشه، املا هم توشه، دستور هم توشه، دستور این زبان فارسی دیگه، آرایه هم توشه، قرابت هم توشه، تاریخ هم توشه، اون که تو کلاسم، این هم که تو آزمونمون، تو برنامه تون هم تو دستور زبان داره. ببین ما هر 6 تا بحثی داریم بشم نمی کنیم، البته که آره، ولی اگه هیچی دستور زبان بلد نیستی میگی بیا به مرور کردن من تو کلاس یاد بگیرم، بسی کار غلطیه. گفتم یه برنامه بهت دادم تا روز اونجا دیگه که کار کنه، قرار بود تون تون جواب بدم نمیدونم. او صد را بگو، صد را. بچه ها ببینید، برای اینکه توضیح بدم که چجوری میتونید وصف بشید، من خودم چون نمیدونم توضیح نمیدونم. صد را آن ایری. سلام آقا صد را. من همیشه فکر میکنم این برنامه هستش چیز میکنه، این با نگاه ما چرا اونجا نگاه میکنم. جانم صد را. سلام آقا صد، خوب هستی؟ سلام عزیزم، سوال تو بگو. بگو. یه سوالی داشتم. بگو عزیزم. استاد جونه، شما قراره در آخر حالا شیشه تیر یه سوالایی رو به ما بدین که شبیه سازی شده باشه با کنکور. تموم شد سوالت؟ خب من جواب تو میدم، الان تو قطع کن که از اون بعد بشنوی. من فکر کنم به چنین سوالی پاسخ دادم تلویحا. هم این سوال نیاز داره که من یه ذره واکاوی کنم سوالو. ببین من این سوال با جواب بله خیلی نتونم جواب بدم. اگه منظورتون اینه که بنده پیشگویی کنم، غیبگویی کنم، من هنوز به اون درجه عرفان نرسیدم. من نمیدونم این لغت کن. اما اگه منظور شما اینه که ما بین این پروسه کارمون و کنکور سراسری شباهت‌های وجود خواهد داشت، ما قطعا وجود داره. مگه سوال کنکور سراسری مریخ میاد؟ ما خودمون رو داریم تطبیق میدیم با کنکور، اون خود شما تطبیق نمیده، ما داریم تطبیق میدیم با کنکور دیگه. اگه منظورتون اینه که مباحثی که احتمال اومدنش بیشتره با توجه به دلایلی ما در ضمن بحثمون میگیم، تا حالا هم گفتیم بازم میگیم، ولی ببین من صدرا جان یه سوالی ازت میکنم. قرابت معنایی، پیش بینی در قرابت معنایی یعنی چی معنی داره؟ این بیت میاد
پیش بینی قرابت معنایی اصلا قرابت پیش بینی نمیخواد که در کرده یاد بره بالا تو مفهوم بهتر بفهمی مثلا من از آره اینجوری باید بریم جلو دیگه. مثلا من میگم بچه امسال آسون میشه قرابت، اصلا این جمله معنی داره؟ اصلا یعنی چی آسون میشه؟ نسبت به چی آسون میشه؟ چی آسون میشه اصلا؟ آسون یعنی چی؟ سخت میشه یعنی چی؟ اصلا این جمله که بی‌معنیه. آسون و سخت خیلی کلیه، باید دقیق‌تر با هم صحبت کنیم، بگیم بچه‌ها در دستور زبان این کارو میشه کرد، اینجا احتمال اومدن بالاتر فلان. در قرابت باید چیکار کنیم؟ در من الان گفتم بهتون دیگه، وقتی من به شما میگم در لغت اولویت یک ما واژه‌نامه است، یعنی بچه‌ها احتمال سوال واژه‌نامه از غیر واژه‌نامه بیشتره. این احتمال هم بنده به وحی نشده، در مسیر سالهایی که کنکوره نشدم شمردم، درصداشو گرفتم، میگم ای با اختلاف فاحش هم بیشتره. پس توصیه میکنم اول اینو بخون. این با پیشگویی و غیب‌گویی فرق میکنه. البته ما یه سری کلمه داریم خیلی تو کنکور اومده، من یه آجه این خیلی باره خوششون میاد، بازم نمیگم که حتما میاد تو کنکور شما، دنبال این چیزا نگردی. اما اگه منظورتونه که آقا بین این همه سوال مشابهت هایی میبینیم، هر سال هم دیدیم تو کانال هم بچه ها گذاشتن، گرچه من از این که خوشم هم نمیاد که آقا بیام بگم نیا کن جزوه من اینجاش با اینجاش، من خوشم نمیاد، نه خالا بدی ها، ولی بچه‌ها انتخاب کردن، عیناً هم بوده، غیر عیناً هم بوده، مسیر هم بوده، غیر مسیر هم بوده. ولی پروسه کنکور پروسه این نیستش که شما دنبال یه چیز ماورایی بگردید. کنکور را دانشگاه را به بهانه ندهند، به بها دهند. به تلاش شماست. هر چقدر تلاش می‌کنی، همون قدم موفق می‌شی. اینو حواستون باشه. مشابهت‌های همیشه دیده شده، امسال هم دیده میشه. و ولی هدف من واقعیت همین نیستش که بخوام به شما بگم بشین سر کلاس هم از سوال از آستینم بیرون میارم، ای آستینم زدم بالا که اصلا چیزی بیرون نیاد، از منم نخواد، من ناراحت میشم کسی چنین چیز بچا نمیخوان. حالا سوال ایشون هم این نبود که آقا مثلا ببین ما سوالا رو آقا نیست. حالا خیلی جالبه بگم، من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم واسه بچه‌ها، قبلا تعریف کردم. سال 85 بود، مدرسه مؤتلفه درس می‌دادم اون موقع، پسر آقای احمدی نژاد هم اونجا بود، علیرضا، بسیار پسر دوست داشتنی بود، خیلی هم درسش خوب بود، خدمت درس می‌دادم که خب اون موقع پدرش رئیس جمهور بود دیگه، بالاخره پسر رئیس جمهور بود. طفلی کجا قبول شد اگه اشتباه نکنم، حالا مکانیکه فکر کنم، مثلا جرمسار سندان اونجا قبول شد. حالا بعد با هیئت علمی اون قصه هیئت علمی مثلا علم و صنعت که قانونی هم بود، هیئت علمی بود، پسر رئیس جمهور سوالای کنکور نداره. من معلق کجا داشته باشم سوال کنکور؟ من پسر رئیس جمهور هم که دیگه آقا من دیگه خیلی واضحه. آره نه 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 ببین آره دیگه داره بعضی موقعا شیطنت میکنن. پس این خیال همتون راحت، هیچ کسی سوال کنکور رو نداره به اون معنی که بعضیا میگن، اما معلم با تجربهش، با روند کنکور و با بررسی‌های عمیقی که میکنه، میتونه بگه آقا اینجا مهمتر، اینجا بیشتر، اینجا فلانتر. اینو بله، اینجا اصلا کارشناسی معلم این. آره من ندیدم تو این سالها این حرفا که بعضیا میزنن، دوست ندارم اصلا وارد این حرفا بشم، حاشیه ماشه خوشم نمیاد، به من چه که کیچی میگه، ولی خیلی فیلم تکراریه، خیلی حرفا چندشناکیه. من همیشه اعتقادم اینه اگه ما قراره که با این روش ها مثلا کسب درآمد کنیم، شاید دزدی کردن شرافتمندانه تر باشه، بالای خونه مردم بهتر باشه. فکر کنم بیام به دانش آموزا بگم هیچ چی نخون، هیچ چی، هفته آخر بشینم سوال کنکور بتونه. خب بابا این خیلی بده، خیلی چندشناکه. همه ما که اینجا نشستیم کنکور دادیم، من نمیدونم کسی تا الان اصلا تو موردی دیده آبی شده یافت می نشود، شما هم دنبالش نگردید. اگه یافت میشد که بعد فاتحه کنکور هم خون تو این من میشد، این همه بچه تلاش کنیم و یه نفر یه طریق دیگه ای بعد اونجوری، بعد هرچی بچه پول داره موفق بشه تو کنکور. که الان که میبینیم اینجوری نیست واقعا، ما رابطه مستقیم بین پولداری و موفقیت نمیبینیم، نمیگم برعکسها، ولی اینجوری هم میگه اون خیلی بچه روستاست داره موفق میشه، خیلی بچه شهر داره موفق میشه، مختلفه. ولی من امیدوارم درک کرده باشید من چی میگم و بذارید فضا علمی بمونه، نه از من، از هیچ معلمی نخواهید، از همه معلماتون به نظر من بخواهید که آقا پیش بینی
احتمال، این خیلی چیز خوبی کارشناسی، ولی از حتی ممکنه یه معلم یاد بگه بچه‌ها همیشه سوال هفته کنکور این میاد، داریم تو بعضی درس ها اصلا تکراریه، یعنی چی بهش میگن این تیپ تکراری داره. آره خب اون که بگه تو ادبیات نگید کدوم کلمه میاد، فهمیدن من چی میگه. آره خوب بودی ببینید لایوی که پنجشنبه شب میریم، من اگه بگم سوال بپرسید خب احتمالا خیلی ممکنه چی بشه، آقا لایو احتمالا میشه ممکنه ما، ولی موردی من بیشتر اونو جواب میدم، ولی خودتون میدونید تو لایو وقتی که ما چتو باز میکنیم تو اینستاگرام دیگه هی قلب میفرستن نمیدونم چی خوبه ها محبت بچه هاستا یا چت های چیز با هم میکنن ذهن بچه ها. من لایوهایی که برگزار کردم تا حالا تو این مدت ها بچه ها خیلی تاکید داشتن چت رو ببندید بذارید ما گوش کنیم، بعد یه جا چت رو باز کنیم، امکانش هستش که سوال بپرسید ولی موردی دیگه، یعنی بیشتر بذارید من آزمون تحلیل میکنم، ولی بچه ها امکان سوال پرسیدن همیشه وجود داره. کانال الگو آنلاین ادبیات، آزمون آنلاین ادبیات، کلاسینو، سایت من، سایت کلاسینو و و و و و و و بچه ها ساعت 12 ها خیلی سوال دارن، همیشه هستم من اینجا. بازم سروش جان و بچه‌ها سوالای بچه‌ها دستبندی کنید اصلا به من بدید. نه 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 حالا اون که چی تو این مدت، بعدا من بعدا یه دونه مثلا وایس بگیرم یه کلیت جواب بدم بذارید دوستان. با بچه‌ها هستیم دیگه، ما که نرفتیم بگیم اردیبهشت میان، ما باهاتونیم، ما هیچ جا نمیریم، ما همینجایی خیالتون کن. شما دارید اونجا بازی میکنید چیکار میکنید؟ حسین جان بگو، حسین جون بگو دوش. سلام خوبی؟ خیلی ممنون خدا خوبه قربونتون برم. من گروه سی هم، خیلی هم گروه سی هم خیلی گروه سی پلاس پلاس هم ببینی شبی که گفتی مثلا یه توضیح بیشتر بدیم که نیمه شب ما چیجوری باشه، چون گفتی آریا دستور رو به طور خیلی جدیتر مثلا پیش بریم یکیشو بعد نیمه شب ما برای یکیشو بعد نیمه شب ما الان خب چیجوری میشه. شما من بگو که حسین جان نظام جدیدی یا قدیمی؟ نظام قدیمی هم نظام قدیم کتاب قرابت معنایی نظام قدیم رو میگیری؟ کاری که میکنی شبی دو صفحه عروش تست میزنی، وقتی که داری تست میزنی بعد شروع میکنی به بررسی و رفع اشکال. بررسی و رفع اشکال اینه که اول در مرحله اول غلط درست نزدات مشخص میشه، در مرحله بعد پاسخ تشریحی میخونی، در مرحله بعد میشینی فکر میکنی چرا غلط زدی، و در مرحله آخر رفع اشکال میکنی با آدم دیگری، من، دوستت، معلم درکت، و این پروسه رو هر شب تکرار میکنی. در ضمن اگر از دی وی دی قرابت پلاس نظام قدیم استفاده کنی مسیر تو رو یه مقدار سرعت بهش میده، کاتالیزور خوبیه تا اون چیزی که خودت بخوای برسی، یعنی دو تا رو با هم ببری جلو. شما وقتی گروه سی خودت هم میگه خیلی گروه سی هم، یکی از کارهایی که میتونی بکنی خیلی زود پیشرفت کنی قرابته، چون تعداد سوالات قرابت معنی در کنکور خیلی زیاد. ای جانم اسم این خرگوش آخر چی بود؟ رابینو. چرا رابینو؟ من نیمه شب هر شب هم همون قرابت بله 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 اینستاگرام شما اصلا اکسپت نمی کنم دلم اینستاگرام خودم نه بابا اکسپت می کنم. حالا یه نکته در مورد اینستا بهتون بگم، نه حالا یه نکته بگم یه ذره خسخی سنگین بود بچه ها، مثلا حالا خودم رو نمیگم اون که قطعا مثلا یکی رو مثلا چه میدونم چیکار میکنم ریکوست میدید اون میتونه اکسپت نکنه، چیزی اصلا ناراحت کننده نیست، یعنی چیزی بدی نیست اصلا، میدونی یعنی مثلا نمیخواد اکسپت کنه، گرچه من میگم که این کارو بکنید. بعضی مثلا ممکنه مثلا بعضی اکانت مثلا اینکه مثلا فیک دارن یا اکانت هایی که مثلا معنی چیه اصلا چی میخواد طرف مثلا 500 هزار نفر رو فالو کرده هیچ هویتی هم نداره مثلا فاز چیه تو بازم به من حب نداره بالاخره این اشکالات فضای مجازیه. ما هم یه پیج آموزشی داریم، یعنی
به پیجی داریم که میخوام مثبت باشه، بعضی موقع ادمینای ما اونا رو قبول نمیکنن، توش ممکنه خب خطا میکنم، ممکنه دانش آموزم باشه. من بهشون گفتم که تا اونجا که میتونن قبول کنن و دارم بهتون میگم، حالا یه گروه جدیدی که اومدن دارن کار ادمین ما میکنن، به طور اکید دارن به ما میگن که کلا پیج رو باز کنید، احتمالا اصلا تا چند روز آینده پیج ما باز میشه، یعنی دیگه اصلا چنین موضوع ریکوست اینا هم نیست. ولی شما به من الان نگو اکانت تو اونجا بفرست و بنویس که تو کلاس اینو اون شب گفتم، اصلا بگو حسین مسجدی ام قطعا چی میکنه با کمال میل. اصلا پیج ما مگه چه چیز مهمی مسجدی اکانت ام نداره شما به هیچ مشکل نداره، میگم اصلا من خوشحال میشم، یعنی ما میگم چیز آخه ما سلبریتی نیستیم اونا واسه دیگه ما خدمت عرض کنم که حالا بعضی موقع قدیما دوستان عزیزمون شیطنت های میکردن سروش، آره ما هم دیدیم ها چی کاری، حالا هر کی دوست داره بیاد خب بیاد تو کوست بده، بیاد از فضای آموزشی استفاده کن. حالا خیلی بچه ها میدونن طرفداری ما میکردن اتفاقا، مثلا دوست ندارم واقعا. نه بابا نه سلبریتی چیه، ما همینجوری یه معلم کوچولو کنکوری خدمت درس کنم که چشم این هم اینجوری میکنه. سوال بعدی هم بگیم. مرسی حسین جان. خلخالی که آره خلخالی اصلا همیشه استاد جان سلام، خسته نباشید. سلام رضا، خوب است؟ بابا اینو قطعش کنم، استاد خیلی مخلصیم. چی زیاد صدام؟ حمید رضا. امیر رضا هستم استاد. خاک پاتونی رشدی؟ بله بله استاد. ببینید امشب داره بارون میاد؟ نه هوا خیلی خوبه اتفاقا، صاف صافه. گرمه؟ نه گرم هم نیست استاد، مثلا یه ذره نسیمی وزه، یه نسیم باد نوروزی دیگه استاد. خیلی خوبه، از این باد مدد خواهی. چراغ دل برافروزی استاد، چراغ دل برافروزی. به به جونم بگو الان بچه ها فوشمون میدن، میگن آقا این سوال جمع میده آو آو الان. خدمتتون عرض بشه که استاد من بیشتر مباحث ادبی تو مسلط هستم، به جز مفصل اونایی که شمارشیه، یعنی نکنید اکثر اوقات این شمارشی ها رو اشتباه میزنم، یعنی تو آزمون قلمچی همیشه اونها باعث میشه که درصد من مثلا منفی، مثلا این دفعه 87 درصد زدم، مثلا اون شمارشی ها رو مثلا واقعا عجیبه، با اینکه خیلی دقیقاً بررسی میکنم ولی باز غلط میشه. خب یکی توی لغت اینجوری هم شمارش لغت، یکی هم تو شمارش مثلا چند واژه وندی مرکبه، یا خدمتتون عرض بشه مثلا چند تا از آثار زیر مثلا مربوط مثلا به نویسنده مثلا مقابل نیست. منظورم این که استاد به نظرتون برای این اینا چیکار کرد که دقت آدم خیلی بیشتر بشه و همیشه آدم کلک میخوره، من هر وقت هر راهی رو رفتم نتونستم چیز بکنم. خب من امیر رضا جان اگه اشکال نره از طریق گیرنده خودت گوش کن به جواب سوال، من صدا خودم میبرم فعلا با اجازه شما. قربونت. سوالش خوبه، البته سوال امیر حسین با یه اشتباه شروع شد، میگه من تو همه چی خوبم غیر از مبحث شمارشی. ما مبحثی به نام مبحث شمارشی نداریم، ما اصلا مبحث داریم، توی اون مبحث ممکنه یه تیپی از سوال شمارشی باشه، ببین یه تیپ سواله. خب اما حرفش درسته، میگه سوالات شما چه سخته. حالا سخت خب چه کنیم؟ سروش خوب شد این سوال کرد امیر حسین، به خاطر اینکه امیر حسین دارم درست میگم امیر رضا، خیلی بده من اسم رو اشتباه میگم، خودم از دست خودم ناراحت میشم، ببخشید. امیر رضا یه نکته گفت که من یه چیزی میخوام بگم. بچه‌ها یکی از کارهایی که ما در کلاس نکته و تست میکنیم اینه که سوالات کنکور رو با چه ترتیبی جواب بدیم، کدوم اول جواب بدیم، کدوم دوم جواب بدیم، کدوم اصلا نباید جواب بدیم، کدوم میریم برمیگردیم و و و. اونجا بهتون میگم یکی از سوالاتی که ما اول جواب نمیدیم میریم برمیگردیم سوالات شمارشیه. حالا این که حالا کی بزنیم میشه. حالا سوال بعدی امیررضا به طور خاص اینه که آقا من چرا خوب نمیشم تو این بحث؟ ببینید سوالات شمارشی در یه سوال خوب میشه. تسلط. نمیتونه که سوال شمارشی همیشه دام داره، نه همیشه دام نداره، واقعا همیشه دام نداره. ما چون مسلط نیستیم به میزانی که باید باشیم غلط میزنیم.
راه حلش چیه؟ خب یک تسلط پیدا کنیم. چگونه تسلط پیدا کنیم؟ درسنامه، فیلم، تست زدن و تست شمارشی زیاد زدن. من یه توصیه به شما میکنم، مثلا شما یه شب میخوای تست ساختمان واژه بزنی، واقعا شمارشی بزن. میدونم نابود میشی، واقعا شمارشی بزن. یعنی بذار اون به قول علما ابهت تست شمارشی بشکنه، این شاخه واسط بشکنه. تست زیاد، البته من بچهای گروه سی توصیه نمیکنم وارد این مقوله بشن ها. این واسه کسی که خیلی خوبه حالا یه شمارشی هم میخوام بزنم، اینجوری تست شمارشی حل میشه. ولی یه نکته خوب میخوام بهتون بگم دوستان عزیز من، اگه رفتین سر جلسه کنکور یه دونه تست دید نتونستید اون یه تست رو بزنید، مثلا حالا به هر علتی شمارشی بود یادتون رفته بود، زمین که به آسمون نیامده. الان امیررضا یه چیزی هم گفت، گفت آقا من در آخرین آزمون 87% زدم. خب دیگه نگرانی نداری اینجا، آقا 87 زدی خیلی خوب زدی، یه دونه سوال غلط زدی دیگه، احتمالاً دیگه داری میگه 10 تا سوال باشه یه سوال دیگه، که اشکال نداری که. ولی این معنیش اینه که من تو رو راهنمایی نکنم برای اینکه سوالات شمارشی رو مثلا بزنی، حتما باید به جایی برسی که بتونی بزنی. راه حلشو گفتم، افزایش تسلط، زدن تست شمارشی، بررسی های عمیق، بولد کردن اون چیزایی که غلط زدی و در خود آزمون اول نزدن اون. چرا؟ چون وقتی شما میری آزمون رو میزنی بعد برمیگردی شمارش رو میزنی، الان خیلی راحته که آقا من به یه درصد منطقی رسیدم، 2 دقیقه وقت دارم، یه دونه سوال شمارشی قشنگ 2 دقیقه وقت میزنم روش. مثلا این مدیریت وقت تو در نظر بگیر. خب گروه سی شروع کن، گروه سی کن. امیدوارم که کلاس امروزمون که طولانی ترین کلاسمونم بود، برخلاف اینکه میگفتیم آقا ما مثلا چی میخوایم بگیم و فلان و اینا، مفید بوده باشه. این کلاس ماهیگیری به شما یاد میداد، ماهی به شما نمیداد. این برنامه رو جدی بگیرید. پنجشنبه روز سال آقا برای آزمون ثبت نام کنیم، نه منظورتون ثبت نام اگه اینجوری مثلا وجهی بابت آزمون، نه این جزء هم کارمونه. بیاید ولی خب اونجا اطلاعات ازتون میگیرن، چیز میکنن، بیاید یه بار بیاید مشخص میشه یوها همتون تو یه ساعت نه سر آزمون، ساعت مختلف بیاید و ریلکس باشید تو آزمون، مثلا آزمونتون رو بدید، رفع اشکالاتتون رو بکنید. وقتی قبل از اینکه من میخوام تحلیل کنم شما آزمونتون رو تحلیل کرده باشید. اینا رو من اشکال دارم، بعضی موقع شما غلط که میزنی میای تو میفهمی چرا غلط زدی، غلط زدی ولی نیاز به رفع اشکال نداره اصلا. بعضی موقع نه مشکل داری از زمانی که آزمون رو زدی تا زمانی که من تحلیل کنم بیاید بگی، مثلا بگید آقا سوال فلان میشه حل کنی سو... که من وقتی میبینم آقا مثلا نصفی از بچه‌ها رو سوال 5 مشکل دارن، سوال 5 رو ویژه تر جواب میدم، بیشتر توضیح میدم که اشکالاتی که بچه‌ها دارن. من فکر میکنم یکم با هم بریم جلو خیلی خوب میشه. من فکر میکنم اتفاقای خیلی خوبی میفته. 100 روز کنکور، 112 تا کنکور وقت داریم، خیلی اتفاقای خوب میتونه بیفته. رتبه 5000 میتونه بشه 1000، میتونه بشه 1000، همینجوری نپرونم ها. این 100 روز خیلی مهمه. سوال آخر الان وارد روز بعد شدیم، به قول دوستان گفت امروز الان فرداه، الان فردا شد. بگو شما در قسمت حفظیات گروه سی محسوب میشید. این هم سوال خوبیه، ممکنه ما تو یه تیکه یه گروه محسوب بشید. حتما حفظیات رو به گروه سی برو جلو، بسیار حیفه. یه وقت خدای نکرده نگه ما اونا رو میزنیم حفظیات رو نمیزنیم درصد میگیریم، یهو میبینی انقدر سخت بود از اون مثلا 17 تا تست یه 10 تست نتونستی بزنی، از این فرمولا ندیده آقا اینو نمیزنم اونو میزنم، همه رو میخونی یه تعدادی از همه میزنی. شما به طور خاص در قسمت حفظیات گروه سی هستید. پس بچه ها به آخرین سوال یه چیزی هم به ما گفت، ما میتوانیم در حفظیات گروه A باشیم، در غیر حفظیات گروه B یا C باشیم، یا برعکس میشود اتفاق بیفته. این به عهده خودتونه. دوستتون دارم، خیلی هم دوستتون دارم، خیلی 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 خوشحال شدم از اینکه امشب یه کلاس پربار درجه یک خدمتون عرض کنم که این مدلی داشتیم که من به شما خدمتون عرض کنم که راه رو بگم با یه شعر مثل همیشه. اگه اجازه من کلاس تموم کنم باز بچه هر سوالی من خدمتشون هستم. تو کانال توی سایت پیگیر باشید آزمون رو چجوری میتونید برید و همه چی رو خدمتون میگیم. من این شعر رو واسه تون میخونم. شانه هایت هست خانم، شانه هایت هست خانم،
کوه میخواهم شکار، زلف وا کن جنگل انبوه میخواهم چکار، ساده شاعر میشوم در شهر با لبخند تو، عشق اسطوره ای نستوه میخواهم چکار، غرق کن من را نیاگارای خرمایی به دوش، غرق کن من را نیاگارای خرمایی به دوش، سیل ابریشم که باشد نوح میخواهم چکار، آه را برعکس کردم ها کنم آینه را، آه را برعکس کردم ها کنم آینه را، نیستی آینه بیروح میخواهم چکار، تیغ ابرو میکشی و بعد میگویی برو، تیغ ابرو میکشی و بعد میگویی برو، این همه قافیه مجروح میخواهم چکار. دوستتون دارم، اینجایید، از ادبیات لذت ببرید، اصلا کلا لذت ببرید. میدونم شرایط خیلی خوبی نداریم از جنبه اقتصاد و اینا، اذیت کننده میشه، ولی به هر حال از ادبیات که میشه، از ادبیات اصلا ادبیات کارش همینه دیگه، در موقعی که مشکل داریم میذاره لذت ببرید، الکی خوشحال نیستیم ما، ولی بالاخره مسکن خوبیه. شبتون بخیر، تا پنجشنبه که اولین آزمونمونه، اولین جلسه‌مونه، برنامه همه کارو انجام بدید و امیدوارم که موفق باشید. اینم یه بار دیگه میگم، علیرضا شتاب، عافیت باشه علیرضا شتاب، این کدی که دوستانمون گفتن تا 3 روز میتونید استفاده کنید، بعد اینجوری میاد پایین، و اینم بعد کمکی بود که دوستانمون میتونستن انجام